بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو ببینیم این هفته چه تقدیر برای ما رقم زده ای. سلام و عرض ادب و خسته نباشید حضور یک و یک شما دوستان و علاقمندان برنامه آینه زندگی. انشاءالله هر کجا که هستید لباس عافیت در تن داشته باشید و در کانون گرم خانواده تان لحظات الان را سپری نمایید. عزیزان شما را خوش آمدید میگم در یکی دیگر از برنامه های آین زندگی و بنده معروف مبتهل با جناب استاد عبدالواجد فروتن در این برنامه خدمت شما عزیزان حضور داریم و موضوعی که امشب انتخاب کردیم یک موضوع خیلی خوب برای زمستان ما و شما هست. انشاءالله ما را دنبال نمایید و از داشته های برنامه استفاده نمایید. در آغاز برنامه جناب استاد را خوش آمدید میگم در برنامه امشبمان. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بیننده های محترم برنامه آینه زندگی و امیدوار هستم که انشاءالله خداوند همه عزیزان را سرمای زمستان گرم داشته باشه. تشکر جناب استاد. بله عزیزان، موضوعی که امشب انتخاب نمودیم موضوعی است در رابطه به فرزندان، در رابطه به آینده این ملت و این مملکت. کسانی که دست دقیقا آینده این مملکت در دستان ایشان هست و ایشان هستن که رقم میزنن. بیاییم ببینیم که در زمستانی که قرار داریم چقدر میتونه مؤثر باشه برنامه ریزی های پدر و مادر در قسمت تربیت اولاد، چقدر میتونه مؤثر باشه در قسمت سطح علمی اولاد و در قسمت تربیت خانوادگی و تربیت اجتماعی اولاد که در این برنامه دنبال میکنیم. موضوع ما هست موضوع عدم هماهنگی در بعضی از موضوعات در بین والدین که در تربیت فرزند خود در نظر دارن. ببینیم یک موضوعی که خیلی عمده هسته گاهی وقت دیده میشه که پدر یک موضوع میگه و مادر موضوع دیگره و اینجا هسته که فرزند از اونا در سردرگمی قرار میگیره. ببینیم که این موضوع چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر تأثیر بد میگذاره بالای روحیه فرزندمان و میتونه که او را از او چیزی که مطلوب هسته دور بداره. با ما همراه باشید، همچنان از یاد نبرید که شماره تماس برنامه ما فعال است و شما عزیزان میتونیم تماس بگیریم. موضوعات و سوالاتی که راجع به موضوع برنامه داریم و همچنان بیرون از موضوع برنامه با ما در میان بگذارید و از جناب استاد پاسخ خویش را دریافت نمایید. جناب استاد در آغاز برنامه قرار داریم و موضوعی که انتخاب کردیم دقیقا برمیگرده به خود تربیت و همو یک تربیت نیکی برای فرزندان خود انتقال دادن. از شما در آغاز برنامه میشنیم که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه توجه والدین در قسمت تربیت اولاد و بعد میرن سراغ موضوع اصلی که امشب انتخاب نمودیم. بله، مسئله تربیت و همچنین توجه والدین به او یکی از مسائل بسیار ضروری برای رشد بهتر و نیکتر آینده فرزندان. ببینین همه بیننده و شنونده های ما مستحضر هستند، خداوند متعال طبیعت زندگی انسان را طوری آفریده که انسان به عنوان یک طفل و به عنوان یک موجود ضعیف در این دنیا تولد میشه. همگی انسان ها به همین شکل تولد میشن، یعنی در ابتدا ضعیفن، ناتوانن و آهسته آهسته رشد میکنن. هم از نظر جسمی ضعیفن، هم از نظر روحی و روانی ضعیفن، از نظر عقلی ضعیفن، هیچ چیز را نمیفهمن و نمیدانن. طبیعت زندگی انسان ها همی رقمه و باز به هر اندازه که در آینده رشد و کلان هم بشن، باز اولادی که دوباره نسل جدیدی که از اونا تولد میشه باز به همون ضعف و ناتوانی تولد میشه و باز تایی که اونا هم رشد کنن و همی سلسله و همی شکل طبیعیه که روانه. پس حتی... میتونه عدم توجه یک قدم باشه برای که همین نسل اگر همین ضعف به وجود بیایه تا نسل های خیلی زیاد همین ضعف وجود داشته باشه و بمانه. تربیت در واقع همینه که ما بیاین اگر از یک نظر از یک جهت به طور طبیعی انسان رشد میکنه از جهت مثلا قد و اندام و اعضا و جسم خود، باز از نظر روحی و روانی ما بیاین یک رشد صحیح بدین. رشد صحیح به این معنی که انسان همیتر که گفتین ضعیف تولد میشه خیلی چیزا رو نمیدانه، مثلا نمیدانه چی چیزهای خوبه و باید اونا رو انجام بده و چی چیزهای بده و باید از اونا خود دری بکنه و بالفرض آنچه خوبه و باید انجام بشه و چه شکل انجام بشه. مثلا تعامل یک فرزند فرض کنین با والدین او چگونه باشه، با خواهر و برادر او چگونه باشه، با همسایه او چگونه باشه، وقتی کلانتر میشه در آینده در محیط محله و کوچه وقتی وارد میشه چی کارهای درسته و چی کارهای نادرست که اونا رو ترک کنه و یا انجام بده، این چیزا رو نمیدانه و
اگر پدر و مادر متوجه همین امور نشن و نخواسته باشن و یا نتوانن موفق نباشن این امور را برای طفل خود تعلیم بدن و او تربیت کنن بر مبنای همین اشیاء و امور، طبیعیه که او همونطور ضعیف میمونه. و اما این که باز والدین در این زمینه چه نقش دارن، یعنی به هر حال طفل خواه همینطور موجود ضعیف تولد میشه و باید رشد داده بشه، باز طبعا نزدیکترین کسانی که در اطراف خود طفل به اولین بار میبینه و چشم خود را که باز میکنه به صورت اونا میفته همین پدر و مادر اونن. به این ترتیب باز پدر و مادر نزدیکترین کسا و مستقیمترین کسایی هن که تأثیرات میتونن بگذارن سر چگونگی تربیت اولاد خود. بله، همین موضوعی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی به او اشاره میکنن، یعنی در واقع نقش بزرگ والدین در تربیت روانی و معنوی طفل، آنجا که میگن کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، یعنی که هر طفل بر اساس فطرت سالم تربیت میشه، تولد میشه و بازی پدر و مادر اونن که او یا یهودی یا مسیحی و یا مجوسی میسازن. به این معنا که اول طفل وقت تربیت میشه از خود کدام عقیده و نظر نداره، معنویت و نظر و عقیده نداره، بلکه به اساس فطرت اولیه و یا مسرشت و طبیعت اولیه باور به این دنیا میایه و بله باور به موجودی به عنوان خالق داره. اما بعدهای پدر و مادرن که اون میتونن به انحراف بکشونن، طرف یهودیت و مسیحیت و آتش پرستی و اینا بکشونن، یعنی امو عقیده سالم و باور طبیعی اون به اصطلاح تغییراتی بیارن. خب حال وقتی این حدیث بر ما بیان میکنه که حتی پدر و مادر میتونن در فطرت و در سرشت نهادی انسان تأثیرات بگذارن، خب طبیعیه که در دیگه امور روزمره زندگی باز تأثیرات وافرتر میگذارن، چون او طفله که میبینه که پدر او چه کار میکنه، مادر او چه تعامل داره و چه چیزهای خوب میبینن پدر و مادر او و چه چیزهای بد میبینن و او طفلم طبعا از اینا تقلید میکنه. تشکر جناب استاد. موضوعی که در آیه قرآن عظیم الشان داریم که وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، از شما میخوام که در قسمت از این آیه صحبت داشته باشیم که آیا این ترغیب کننده اطفال به تنهایی است که دعا برای والدین داشته باشند و یا هم فرزندان برای والدین و یا نه ترغیب تربیت برای والدین هم میده؟ مستقیم خواهیه طبعا خطاب به اولاده و نقش پدر و مادر را یادآوری میکنه به اونا، ولی خب غیر مستقیم طبعا نیرم میرسانه که یعنی پدر و مادر نقشن و در تربیت اولاد همینه که باید احتمام و توجه و زحمت کشیدی داشته باشن، یعنی که قسمت های از زحمات که والدین به طور طبیعی میبینن و یا آنچه هم خود را به اختیار خود بیشتر خواسته باشن به زحمت بیندازن، همینا رو به یاد طفل میده و به شکل غیر مستقیم باز متوجه والدین هم هست. طبعا که شما باید در تربیت اولاد خود بکوشین، بخشی از این کوشش ها و زحمات خود طبیعیه، همین که مثلا مادر حمل میگیره و ماهای طفل به اصطلاح در بطن خود یا به تعبیر عامیانه بگین به سر دل خود محافظت میکنه و از او نگهداری میکنه و زحمات و دردها و حالات نامتناسب روانی مواجه میشه و باز اینا رو تحمل میکنه، یک قسمت خیلی رقمه. متاسفانه که تماس بگیرنده ما قطع شد، میشه که مجددا تماس بگیرم؟ بله، قسمت دیگه هم طبعا به اختیار و با انتخاب خود پدر و مادر باید زحمات متحمل بشن. این که مثلا پدر به تأمین یک محیط سالم برای رشد فرزند در بعد از تولد و یا هم تأمین مثلا غذا و لباس و اینا رو در آینده ها بعضی که طفل کم رشد میکنه بعد بکنه، خب اینا کاریه که پدر زحمت پدر رو میطلبه و همینطور مادر از ایام شیردهی که بگیرین نگاه کنین و تا به مسائل نظافت و طهارت طفل رسیدگی کردن. خب پیشتر گفتین که طفل موجود ضعیفی اول تولد میشه که خود حتی نمیتونه خود را تغذیه کنه و یا ای که باز بعد از تغذیه به اصطلاح باز تخلیه کنه،
توانه هیچ کدام نداره. این زحمات مادره که میکشه و در زمان لازم به او شیر از شیر بدن خود و از مایه بدن خود به او میخورانه و باز هر وقتی که او ضرورت به طهارت و نظافت داره باز به او از او نهی رسیدگی میکنه. جناب استاد دقیقاً این موضوعی که شما گفتیم در اول هم اشاره داشتیم که این یک چیز طبیعی هست و باید هر پدر و مادر این داشته باشن و فرزند خود تا زمانی که بالاخره به سن میرسه و میفهمد به گفته میانه دست چپ راست خود تفکیک میکنه باید در تربیت ظاهری از سهم داشته باشم. در تربیت معنوی چگونه؟ آیا اشاره داره برای پدر و مادر مسئولیتشان را معلوم میکنه و یا خیر؟ همین تربیت، خود کلمه تربیت اگر به معنا و مفهوم او بیاین و نگاه کنین به معنای رشد تدریجیه، یعنی به شکل تدریجی آهسته آهسته رشد دادن. در آیه هم آمده که خداوند تو ما رحم بفرما پدر و مادر من را چون که ما را در کودکی تربیت کردن. معنی خب این تربیت یا می رشد تدریجی شامل همه مراحل میشه که از مرحله اول طفولیت سر انسان میایه تا مراحل که کلان میشه. قسمتی از این رشد امو رشد جسمانی انسانه که با تغذیه و با نظافت و طهارت و با حفاظت محیط و تأمین کردن لباس و وسایل گرما و سرما و اینا فراهم میشه. قسمتی از او هم رشد معنویه که برای طفل در قوای معنوی او به اصطلاح رشد ایجاد میشه. فرض کنین صحبت کردن یا گپ زدن هم طفل اول یاد نداره، باز پدر و مادر میان برای تعلیم میدن. این هم یک تربیه، یعنی آهسته آهسته حروف را تلفظ کردن، کلمات را تلفظ کردن و بعد از او صحبت کردن. و به همین ترتیب مثلا خیلی از علوم و دانش ها هم نداره و بلکه هیچ علم و دانش نداره در ابتدا و این پدر و مادر هم که میان برای اون معلومات میدن. اول درباره اشیاء ما حول او میان اسم اشیاء را برای اون میفهمند که مثلا ایر میگن گلاس، ایر میگن شیرینی، فرض کنین ایر میگن چی، و آهسته آهسته برای مسائل علمی بیشتری که در آینده ضرورت ضرور میفهمونن و همین ترتیب اعتقاد و باور درست تر برای تعلیم میدن، مثلا و خوبی ها و بدی ها یا ارزش ها و ضد ارزش ها برای اون میفهمونن که اینو در واقع مسئولیت پدر و مادر هست و باید در این قسمت توجه داشته باشن که اینو رشد معنوی است. بله بینندگان عزیز، شماره تماس برنامه ما فعال است و شماره تماس هم هست 729-15-1968 و شما عزیزان میتونید که تماس بگیریم. سوالاتی که راجع به موضوع برنامه و یا هم خارج از موضوع برنامه داریم با ما در میان بگذاریم و جناب استاد برای شما پاسخ خواهند داد. بینندگان عزیز تماس میگیرم، متاسفانه موقعیت نیکر ندارند و تماسشان قطع میشه. کوشش کنیم که یک موقعیت نیکتر داشته باشیم و سوالی که داریم با ما در میان بگذاریم. جناب استاد، موضوعی که شما گفتیم، موضوع حتی تربیه اولاد در قسمت بعضی از علوم باید که پدر مادر بیان بفهمانم که این علم مثلا همچون منفعت داره و یا هم همچون مضرت داره میفهمانند برای فرزندان خود. حالا برنامه ریزی برای تقویت اولاد در زمستان چقدر میتونه مهم باشه و چی برنامه های باید والدین بریزن در زمستان تا ای که بتونم فرزند خود یک تقویت ایمی داشته باشم، در ضمن از اینکه در زمستان بیکار هست و از مکاتب و یا هم مدارس رخصت هسته، چقدر میتونه مؤثر باشه همچون موضوعی که در بین والدین باشه و هماهنگی هم در بینشان وجود داشته باشه؟ طبعا در مسئله تربیت یکی از عناصر بسیار مهم و عمده مسئله زمان و وقته و به هر اندازه که پدر و مادر بتونن وقت بیشتر برای تربیت اطفال خود بدن نتایج بهتر میتونن بگیرن. حال این زمان و وقت در دیگه اوقات سال شاید کمتر میسر باشه، معمولا در برای خانواده‌ای که وظایف رسمی دارن، به خصوص مثلا پدر فرض کنین معلم و استاده یا مادر معلم و استاده و یا دیگه وظیفه رسمی داره، باز در اوقات زمستان یک مقدار فراغت بیشتر هست، ساعت بیشتر هم از طرف شب که شبها بلندتره و هم از طرف روز که مقداری از اوقات و یا ساعت کاری کمتره یا هم رخصتیه، این فرصت بیشتر برای والدین. از طرف اطفال هم یک تعداد زیادی از اطفال اونایی که به سن و سال مکتب و مدرسه هستن و یا هم جوان و نوجوانن در محیط های تعلیمی و تحصیلی بلندتر در پوانتون اینا درس میخوانن، خب از طبیعیه که اونا در زمستان فراغت بیشتر دارن
و ساعت بیشتر با مادر و پدر خود سپری میکنن، در داخل خانه سپری میکنن. اینجایی که از یک طرف برنامه ریزی والدین به طور ویژه و از طرفی هم برای نوجوانان و جوانانی که خود اینایی توانر دارن برنامه ریزی خود اینا میتونه بسیار مهم باشه برای از اینکه در رشد خود و یا والدین در رشد و تربیت اولاد خود فرصت بیشتر دارن و زمان بیشتر دارن. بنابراین زمستان فرصت بسیار خوبه و بعد از او استفاده صحیح بشه، حتی پیش از زمستان باید آمادگی ها گرفته بشه و برنامه ریزی های بشه و اوقات تعیین بشه برای مطالعه فرض کنین، برای خواندن کتاب، برای رفتن به کورس یا فرستادن اولاد خود به کورس یا برنامه های زمستانی که مکاتب دارن، مدارس دارن، نهادهای دیگه تعلیمی و تربیتی و یا خیری دارن. باید این برنامه ریزی ها صورت بگیره از طرف والدین و یا حداقل یک نظارت و اشراف جدی تر داشته باشن، ضمن این که خود اونا در محیط خانه هم میتونن زمینه ها و بسترها بیشتر مساعد کنن برای تربیت فرزندان خود، وسایل تربیتی برای نافراهم کنن. اگر فرض کنین برای کسانی که کتاب متناسب سن و سال نایه و مطالعه کردن متناسب نایه کتاب فراهم کنن، برای کسانی که فرض کنین با از طریق وسایل دیداری و دیدن مثلا تلویزیون و یا تبلت هم شون موضوع کامپیوتر بله سریال ها و یا هم بله کارتون ها و اینا یا از طریق کامپیوتر و اینا میتونن دسترسی داشته باشن، این وسایل و ابزار فراهم کنن. بینده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم و سوال شما چیست؟ جمعه گل جان خیلی خوش اومدیم، تشکر از تماس شما، بفرمایید سوال شما بشنویم. سلامت باشی، زنده باشی. از جناب مصطفی می سوال داشتم در مورد این نماز ذکر و همین دعا مولد هست. بله کام داری چی های میخوایی شما نماز وتر و دعای قنوت چی دعای به جای دعای قنوت خوانده بشه درسته؟ آه بسیار صحیح شد سوال شما گرفتم، ممنون از شما، تشکر از تماس گرفتید، شب شما خوش، خدا نگهدارتان. بله بیننده ما بودن که تماس گرفتن و سوال در قسمت نماز وتر داشتن، انشاءالله بیننده باشید جناب استاد پاسخ میدن. بله جناب استاد میپرزنیم به ادامه صحبت های شما که در زمستان باید که برنامه ریزی وجود داشته باشه. قبل از اینکه بپردازیم به ادامه میخوام یه سوال داشته باشم جناب استاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که در یکی از احادیث ولی نفس که علیک حق کن، برای نفس انسان هم یک حق بر دوش از اون نهاده شده، باید که نفس انسانی را هم ما حقش را ادا کنیم. حالا یک موضوع که دیده میشه در بین والدین آمدن که همین موضوع برجسته بسادم و عمل به می حدیث مبارک داشته باشم، خب میبینیم خیلی افراد صورت میگیرن، کورس های زیاد ما داریم در زمستان، نادهای تحصیلی و تعلیمی خیلی زیادی داریم که در زمستان اینها کار میکنن، برنامه میریزن برای شهروندان که مراجعه بکنن و در اینها ثبت نام داشته باشن. اما متاسفانه چیزی که من میبینم و اطلاع دارم از بعضی از کورس ها و بعضی از نهادها این هست که میگم ما 15-20 روز میشه که حتی یک شاگرد هم ثبت نام نکردیم در خودم همین کورس و یا هم در همین نهاد، به بهانه از اینکه 10 روز بیشتر نمیشه که فرزندان ما از امتحان خلاص شدن و کشانده خوده و پای یک ماه که یک ماه میشه تا حال فرزند از اونها در قسمت همی که باید یک استراحتی داشته باشه. آیا زیاده روی نیست در قسمت استراحت فرزندان و یا هم در قسمت از اینکه بی برنامه بودن از اینا که کدام برنامه ندارن در این چند روز چقدر میتونه نقش منفی داشته باشه این موضوع در قسمت تربیت؟ و اگر به خود همو حدیث نگاه کنین در اون حدیث چند مورد آمده، لنفس که علیک حق و لزوج که علیک حق و لزور که علیک حق و با آخر باز میگن که فاعات کل ذی حق حق، یعنی که خود بر خود حقوقی داری، همسرت و بر تو حقوقی دارن، زیارت کننده ها و دیدن کننده های تو، کسایی که میخوان از تو دیدن کنن اونا بر تو حقوقی دارن، و باز با آخر میگن هر صاحب حق حق او ادا کن، یعنی به این معنی که یک تعادل باید در تمام کسانی که سر انسان حقوقی دارن یا در تمام مواردی که لازم انسان توجه و اهتمام بکنه باید این تعادل محفوظ باشه. اینطور نباشه که دادن حق به یکی از این جهت ها
دیده بشه و چند جهت دیگه باز نادیده گرفته بشه و فراموش بشه، بلکه اگر او طور شد دیگه باز دادن هرزی حق حق او نشده، بلکه به یکی یا دو تا از اونا داده شده، چند مورد دیگه به اصطلاح مانده. بنان مفهوم درست حدیث همینه که ما باید یک برنامه ریزی نسبت به تمام موارد ضروری در زندگی خود و یا ادا کردن حقوق تمام کسانی که سر ما حقوقی دارن، ما باید یک توجه داشته باشین. حال در این مسئله هم اگر خواسته باشین این موضوع ربط بدین، خب طبیعیه که از یک طرف خب باید به رسیدگی جسمی و استراحت و اینا هم بشه، به هر انسان به این موارد ضرورت داره، هم کلانها ضرورت دارن، هم اطفال ضرورت دارن، ولی خب برآورده کردن این نوع از ضرورت نشه که باز افراد رو یا والدین رو یا اطفال اونار از ضرورت های دیگر مانع بشه. اگر مانع شد به این معنیه که بازی تعادل حفظ نشده، به اصطلاح همه جانبه دیده نشده به ضرورت ها. میشه این ضرورت به تفریح یا فرض کنین ضرورت به استراحت و اینا با یک چند روز کمی محدودی تخفیف پیدا کنه و حاصل بشه، و یا فرض کنین با یک رفتن به بیرون یا یک تفریحی کردن یا دید و بازدید از اقوام و خویشاوندان و مهمان شدن و مهمان کردن و با اینا میشه او استراحت رو به دست آورد، ولی طور نشه که وقت به هدر بره و باز فرصت های کافی برای تعلیم و تحصیل و اینها به دست نیاید. تشکر جناب استاد. موضوع دیگر که برمیگرده در قسمت تربیت اولاد، خود موضوع عدم هماهنگی هسته. وقتی یک فرزند پای و در میان هسته، مادر یک چیز میگه و پدر چیز دیگره. همچون ناهماهنگی های چقدر میتونه تأثیر منفی داشته باشه؟ یک موضوع که تأثیرات منفی خامخا داره در قسمت تربیت اولاد. موضوع دیگر که هست، خود پشتی خواهی های بیمورد پدر یا مادر هست در قسمت تربیت اولاد. حالا پدر حرف زده برای فرزند، مادر میاد حرف پدر رد میکنه، یا هم مادر حرف نیکر گفته برای فرزند و پدر حرف مادر رد میکنه. چقدر میتونه اینها تأثیر منفی داشته باشه و فرزند در دقیقا در بیراهگی و در سردرگمی قرار بده؟ وقتی نقش والدین که پیشتر گفتین، اونا نزدیکترین کسایی هن و یا افرادی هن که محیط اولیه تربیت طفل رو میسازن، که محیط خانواده باشه، وقتی اون نقش رو در نظر بگیرین، باز به این پی میبرین که اگر این محیط ساخته شده توسط پدر مادر، محیط یگانه باشه، به اصطلاح محیط یک نواخت باشه، به این معنا که با همدیگر پدر و مادر تفاهم کنن و ای که از طفل خود چی چیزی بخواهن با یک صدا بخواهن، به اصطلاح هم پدرم همون چیزا رو خواسته باشه که او انجام بده و مادرم همون چیزا رو خواسته باشه و پدرم خواسته باشه که یک رفتار بکنه طفل و هماهنگ شده باشه با مادر و مادر با پدر که عین رفتار را از او بخواهن. این طبیعیه که طفل کار گرفتن تربیت بر او آسان میشه. اما برعکس، اگر اینجا یک کشمکش باشه، فرض کنین پدر از او چیزهایی بخواهه و مادر خلاف اونا رو بخواهه، و بالفرض مادر او از چیزهای باز بداره و پدر او تشویق بکنه بر او انجام، او طفل خود در یک محیط دوگانه خواهد دید و طبیعیه که در یک سردرگمی میمانه که حال به گفته پدر خود بکنه و یا هم به گفته فرض کنین مادر خود. حالا البته باید مد نظر بگیرین که اختلاف نظر هم خود یک چیز طبیعی هست بین هر دو فردی، بین هر دو انسانی، از جمله پدر و مادر ها گاهی زندگی هم دیگر هم باشه، گاهی ممکنه بله بین اونا هم تفاوت نظر به وجود بیایه. فرض کنین پدر خواسته باشه که یک لباس با یک رنگ خاص طفل او رو بپوشه و مادر جناب استاد این دیگه گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. بینده گرامی یک جای نیکتر انتخاب کنیم که صدا شما رو داشته باشیم و کمی بلندتر هم صحبت کنیم، معرفی کنیم و سوال شما چیست؟ ویدم جان خیلی خوش آمدیم برنامه. سوال شما. متاسفانه که تماس بیننده ما قطع شد، میشه که مجددا تماس بگیرم ویدم جان و سوالی که دارم مطرح شدن جناب استاد در خدمت هستن و جواب خواهند داد. جناب استاد میپردازیم به ادامه صحبت.
گفتین گاهی ممکنه به طور طبیعی تفاوت نظر به وجود بیایه، پدر بگه فلان رنگ لباس بپوش و مادر بگه که نه رنگ دیگر بپوش، پدر بگه فلان کفش رو وقتی بیرون میشه بپوش مادر بگه که نه این کفش رو بپوش و امثال اینا. ولی خوبه که پدر و مادر متوجه این مسائل باشن که این مسائل رو بروز ندن برای اطفال خود، یعنی اگر تفاوت نظری هم هست این پیش خود داشته باشن یا قبلا بین خود در حالتی که اطفال حضور ندارن، بله این گپار پیش خود حل کنن و یک توحید نظری به اصطلاح در بینشان باشه، و یا هم اگر بالفرض حال پیش از پیش زمینه مساعد نشد و نتونستن گپای خود را هماهنگ بسازن، باز نشه که همی هماهنگی به ظهور بدن به اصطلاح به طفل خود، بلکه باید کوتاه بیاین یکی از این دو دیگه بالاخره کوتاه بیاین از گفته خود. اما اگر که هماهنگی ایجاد نشده باشه و یا هم بروز داده باشه در حضور طفل و پدر ببین و طفل ببینه که پدر از او چیزهای میخواه و مادر از او چیزهای میخواه، این سبب یک پراکندگی ذهنی برای طفل میشه و طفل که هنوز خوب و بد خود را نشناخته و هنوز آنچه باید بکنه و نکنه، آنچه به خیر و صلاح اونه و آنچه نیست اینا رو تفکیک کرده نمیتونه، باز امو ذهن ساده و ابتدایی او در او هنوز پراکنده تر میکنه اختلاف نظرها و سلیقه های متفاوت. باز خدای نخواسته اگر اینا به جنجال و نزاع در بین پدر و مادر بکشانه که هنوز قضیه ازی کرده دشوارتر میشه. تما سروسل میکنه جناب استاد. سلام بر شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خیر گرامی معرفی کنیم از جناب تماس شدیم و سوال شما چیست؟ از ولی سوالی انجیل تماس گرفتیم. تشکر از شما. بفرمایید سوال شما رو میشنویم. متوجه نشدیم سوال شما چیست دقیقا؟ عملی وقت عمل کردیم سوال شما در قسمت نماز هست که نماز چگونه ادا کنیم؟ آسه شد سوال شما گرفته. گفتن همچون حرفا. تشکر سوال شما رو میگرفتم. تشکر از اینکه تماس گرفتیم. ممنون از تماس شما. شب شما بخیر. خدا نوان یارو نگه دارتم. بله بینده ما بودن و در قسمت از اینکه همچون حرفا گفتم میشه که شخص با اون که عمل شده باز هم نماز رو میخوانه و میگه که تو بیشتر از تکلیف خود عمل میکنی، دوچار گناه شده. انشالله سوال بینده خودم گرفتم میشه که در اخیر جواب بر این موضوع هم داشته باشیم. جناب استاد آی سوالسه به طرف اخیر برنامه نزدیک میشیم. به طور کوتاه از شما میشنیم که حالا تربیت که یک چیز مهم هست و باید که والدین در قسمت از او توجه خاصی داشته باشن و اگر توجه نداشته باشن گفتیم که میتونه که انسان ها رو یا هم همین اصله به سوی یک ضعف خیلی بزرگ سوق بده. حالا جناب استاد از شما این میشنم که از نگاه شرعی اگر کدام پدر و مادر غفلت میکنن و همین مسئولیت را ادا نمیکنن، چون همین مسئولیت وقتی از طرف یک مادر و یک پدر ادا نشه سرایت میکنه به دیگران و فرزندان دیگه، چقدر میتونه خود دین مبین اسلام در این قسمت ایشان نکوهش میکنه و بد میگه که همچون افراد بی توجهی و بی مسئولیتی انجام بدن؟ تربیت فرزند و تعلیم او یک فرض و یک مکلفیت شرعیه بر دوش پدر و مادر. تماس وصل میکنین جناب استاد. بنده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید معرفی کنیم و سوال شما چیست؟ بله بله
تشکر از شما، انشاءالله سوال شما رو جناب استاد پاسخ میدم. ممنون از اینکه تماس گرفتین. شب شما خوش، خدا نگهدارتون. بله جناب استاد، کوتاه میشینیم که چقدر میتونه زجر واقع بشه در این قسمت. بله، گفتیم که مسئله تعلیم و تربیه اولاد یک فرض و یک مکلفیت شرعی ثابته بر پدر و مادر، و اگر پدر و مادر در این زمینه کوتاهی میکنن، مثل ترک کردن هر فریضه دیگره، مثل ای که فرض کنن نماز خودر نخوانن، مثل ای که روزه خودر نگیرن. یعنی مهمی این موضوع با اهمیت یک نماز و یک روزه میتونه باشه. دقیقاً، بله. مسئله فهموندن ضروریات عقیدتی و فقهی برای اولاد خود یک حق که سر والدین، و اگر این کار انجام بدن، بله، اگر این کار تخطی میکنن، مثل اینه که هر فریضه دیگر ترک کرده باشن. یک تفاوت در امو محدودیت ها و روش ها و به اصطلاح زمان این فرایض است. یعنی در دین ما دو رقم فرایض داریم، یک فرضهای محدد و مشخص داریم مثل نماز و روزه و عبادات از این قبیل، یکی باز فرایضیه مثلا تحصیل علم که او دیگه ایتور شریعت اصل و فرض کرده، اما حد و حدود و زمانی او فرض کنین یا تا جایی میرسه که وسائل او هم قرار میگیره، وسائل او دیگه تعیین نکرده، او دیگه به اختیار خود انسان گذاشته. مثلا تربیه طفل هم همین رقمی، اصل او یک فرضه، اما ای که از چه روش کار گرفته باشه، از چه ابزار و وسائل کار گرفته باشه، همی که ابزار و روش های ممنوعه نباشه دیگه به اختیار خود پدر و مادره، این در کدام ساعات زندگی انجام بدن این به اختیار خود پدر و مادره. تماس وصل میکنیم. بیننده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم و سوال شما چیست؟ عبدالرحیم جان خیلی خوش آمدیم به برنامه، بفرمایید سوال شما رو میشنویم. بله. بعد اینا بچند سن 40 سالگی چه قسم اینا تصورت دیگه خواندن رو بلد بودن نه نوشتن؟ درسته؟ چه قسم یه بودن بیشتن؟ بله، انشاءالله جناب استاد پاسخ میدم. ممنون از اینکه تماس گرفتیم. شب شما خوش، خدا نگهدارتان. تشکر جناب استاد. موضوع برنامه دقیقا ختم میدیم و میپردازیم به سوالات بیننده‌های عزیزی که تماس گرفتن. برادر ما جمعه گل جان تماس گرفتن، گفتن که در نماز وتر خواندن قنوت یک چیز الزامی است، وقتی ما نمیتونیم رو یاد بگیریم بنابر ضعف سواد یا هم کدام مشکل دیگر که هست نمیتونیم یاد بگیریم، به جای از این دعا ما چی دعایی باید بخونیم؟ آیا کدام سوره لازم هست که از نوای شریف فکر نکنم کدام سوره باشه؟ و در برنامه گذشته هم ما پاسخ بر این سوال داشتیم، چی دعایی خوانده بشه در این قسمت؟ اولا خود همین دعای قنوت تر خواندن او خیلی سخت نیه که یک کار دشوار و اصطلاح ناممکن باشه. خوبه که این برادر ما و یا هر کدام دیگه از همشهریان ما که اگر مشکل تا به حال داشتن به فکر ای باشن یک کس تکرار کنه و اونا هم به دنبال او تکرار کنن، یا ای که خود اینا از روسی پاره بخوانن، اگر بالفرض خواندن بلد نیه نمیتر از کسی بخوان که خود اینا هم کاری کنه و کلمات رو بگه و اینا چند بار تکرار کنن یاد میگیرن. کوشش اولیه خورد داشته باشن، بالکل لازمه. اما در کنار او تا وقتی که یاد میگیرن، فرض کنین تا یک روزی دو روزی اگر طول میکشه یا چیزی مثل ای، باز هر کدام از این دعاهای نقل شده از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که حفظ دارن بخوانن، دعاهای ساده تر، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنه که یک دعای قرآنیه، یا هم دعاهایی که در حدیث آمده، هر دعایی که یاد دارن رب اغفر لی چنانچه در حدیث آمده و گفته شده ای کلمات و ای دعا رو داشته باشه. بله بله، درست. تشکر. برادر دیگر ما تماس گرفتن و متاسفانه تماسشان وصل نشد، دیدم جان بودن، و خواهر ما هم تماس گرفتن، گفتن که من چند بار عملیات شدم، جسم عملیات شده و نماز خواندن برام دشوار هست و با آن هم نماز رو میخونم، ولی کسان از خانواده برام میگم که خواندن نماز که بر تو لازم نیه و تو خود به دشوار میندازی، در به این کاری که تو میکنی نماز جنازه هم برای تو خواندن بالاخره مناسب نیه. خب، همچون حرفای چقدر میتونه بند باشه؟ اولا که حکم شرعی برای هر انسان در قسمت مکلفیت ها به حد توانه، یعنی کسی که تنومند و سالم و صحتمنده برای لازمه که صحیح نماز را میتونه به حالت استاده و عدی و
بخونه. ولی کسی اگر مریضه با شریعت اسلامی بر به حد توانایی بر او الزامی کرده که مثلا وضو گرفته نمیتونه تیمم کنه، ایستاده نمیتونه، نشسته نماز بخونه، حتی نشسته نمیتونه، همونطور خوابیده و غلطیده با اشاره سر نماز رو بخونه، خوبه که بیشتر از این خواهر ما که مریضن خود رو تکلیف ندن. از این سوال نهیتر معلوم میشه که اونا بیشتر از حد به سر خود فشار میارن که اطرافیان اونا رو نگران کرده و اونا مجبور شدن برای از اونا این رقم گفر بگن که شما وقتی کار رو بکنین باز نماز جنازه برای شما صحیح نیه، وگرنه این رقم نیست. ولو که اونا این تکلیف بر خود بدن و بیشتر از حد توان خود به سر خود تحمیل کنن، هرچند کار نادرسته نباید بکنن، ولی این تأثیر سر مثلا جنازه و بعد از مرگشان نداره و نماز جنازه خوانده میشه. نمیشه. تشکر. و برادر دیگر ما سوال کردن و گفتن که اگر یک همسر مداخله در امور دینی شوهر خود داشته باشه، این شوهر باید چی بکنه؟ مثلا در مسئله زکات، در مسئله روزه و یا هم دیگر مسائل که هسته، خواهشات نفسانی خود در نظر میگیره و از او موضوعات دینی دقیقا صرف نظر میکنه. چقدر این بالاخره همسر چی عملی باید انجام بده در قسمت زوج خود؟ خب اولین مسئله خود اینه که شوهر نباید متاثر بشه در این طور مواردی از گفته ها و یا از خواسته های امو خانم خود، همچنان که اگر برعکس مثلا شوهری از خانم خود بیایه و مداخله کنه و از او بخواه که بعضی از مکلفیت های شرعی انجام نده، او نباید از این اطاعت کنه و متاثر بشه، بلکه مکلفیت های شرعی خود در هر کدام باید انجام بدن. اما ای که او طرف مداخله میکنه، چه شوهر باشه مثلا یا خانم باشه، باز طرف دیگه طبعا او باید بفهمانه با لحن نرم و با آرامش و با نصیحت و با مهربانی او رو بفهمانه که اینا احکام دینه، نمیشه که ما پایبند نباشم، تو پایبند نباشی، باید که به اینا پایبند باشن و در عوض خواسته های نابجا باید ترک بشه و حکم دینی باید به او فهمانده بشه. اگر خود شوهر یا همسر فکر میکنه که گفتار او کمتر تاثیر داره یا تاثیر نداره، باز میشه که از دیگه اقارب و نزدیکان اینا کمک بگیره، فرض کنین از والده هم سر خود بخواه که بر نصیحت کنن، از بزرگوارها بالاخره کمک بگیرن. تماس دیگری را هم وصل میکنیم. دینده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید معرفی کنیم و از کجا به تماس شدیم؟ ابراهیم جان خیلی خوش آمدیم و برنامه، بفرمایید سوال شما را هم میشنیم. بله بله. یعنی شما برای از مشتری برای از جذب کنیم و برای شما فیصدی میده، درسته؟ بله درسته. سوال شما گرفته شد. تشکر از تماس شما، ممنون از شما، شب شما بخیر. بله جناب استاد، رسیدیم به اخیر برنامه و ناگزیر هستیم که سوالات خیلی سریعتر داشته باشیم. برادر ما عبدالرحیم جان تماس گرفتن، گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه پیامبری مبعوث بشن تا سن 40 سالگی و پیامبری مبعوث نشدن، قبل از این یعنی سنین 20 بالا و یا هم قبل از اون 18 و بالا، وقتی انسان مکلف میشه چگونه پیامبر بدون از اینکه چیز بخونن و یا هم بنویسن بلد باشن عبادت میکردن، از روی چی علمه؟ او وقت در اون زمان دین اسلام هم هنوز نازل نشده بود و دین های سابقه هم که بود نمانده بود، بقایای خیلی ضعیفی از اونا مانده بود، به اون زمان لازم نبود و مکلف نبودن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و دیگه انسان هایی که بودن که اونا بیان عبادت کنن و به شکل خاص عبادت کنن. بنابراین همی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و خیلی از بعضی از افراد دیگه که بودن که از عقیده شرک و کفر و از اینا خالی مانده بودن، همی خود او یک به اصطلاح یک نیکویی و یک به اصطلاح یک نتیجه خوب و یک پاداش برای اینا داشت. اونا مکلف به انجام عبادت در اون زمان نبودن، به 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شدن و بعد از او مکلفیت های عبادی
به سر اونا الزامی شد و یعنی قبل از اسلام همی که خود از بسیار از موضوعات باز می‌داشتن همی اجرای وظیفه گفته می‌شد. دقیقاً. و برادر ما تماس گرفتن گفتن که اگر شخص به شخص دیگری بگه که تو مشتری جذب کن برای من و من برای تو مبلغ پول میدم و یا همون فیصدی همچون موضوعات و یا هم موضوعات شرکت های شبکه‌ای چی میتونه چه حکمی میتونه داشته باشه، آیا حلال هست برای از اینا؟ مثلا شرکت های شبکه‌ای که یک گپ متفاوته، در غیر او در دیگه امور عدی اگر کسی از کسی بخواه که برای او کار انجام بده یک کار روا و مشروع باشه، مثلا جذب کردن مشتری به شرط ای که از طریق دروغ گفتن و فریب دادن و اینا نباشه، قیمت هم همون قیمت, قیمت باشه، قیمت هم همون قیمت باشه، از همون قیمت عدی بازار باز یک چیزی از طرف خود همون صاحب بده. کار برای ازی بده اشکالی نداره، یعنی او در واقع یک کار جایز انجام میده و در مقابل هم مزد میگیره. اما در مسائل شرکت های شبکه‌ای چون در اونجا یک مسئله فریبکاریه، در واقع اونجا خرید و فروش هدف نیه به ذات خود، بلکه جلب کردن مشتری و وارد کردن او، وارد کردن او به سیستم که در واقع یک فریب میخوره و باز اون ناچاره که باز برای 5 تا دیگر فریب بده و هر کدام از اونها باز ناچارن که 5 تا دیگر بیارن فریب داده و به این سیستم دخیل بسازن، چون در اونجا مسئله فریبکاریه و مسئله استفاده کردن از منافع رده های پایین به نفع کسانی که در رده های بالا قرار دارن، او کار ناجایز و نارواه. تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه حضور پیدا کردیم در برنامه امشب ما و تشکر از شما عزیزان که تا آخر برنامه ما را همراه بودین. این بود داشتان این هفته که خدمت شما عزیزان به نشر رسید. تا برنامه دیگر که در آخر هفته آینده خدمت شما عزیزان در معروف و فعال قرار میگیرم، شما را به الله پاک میسپارم. الله یار و نگهدارتان.